با درود به شما بینندگان عزیز نوید محمد ساده هستم با زنگی سلامت دیگه در خدمتتون امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید در این برنامه برای شما در رابطه با یک آسیب دیگه ای از بدن حرف میزنم به اسم آسیب های خم کننده ران یا هیپ فلکسورز میگن خب همجوری که براتون در برنامه مختلف نشون دادم این مدل رو وقتی نگاه بکنیم این لگنه این استخون ایلیومه یه سری مایچ های از اینجا به این سر استخون ران وصل میشن که ران رو در این جهت خم میکنن در واقع حرکت هایی که زانو رو به بالا خم بکنه توسط این مایچ های خم کننده ران انجام میشه در واقع این حرکت این حرکتی که ما زانو رو به بالا بیارن حالا چه با پای خم شده یا با پای صاف هر دو حالت اینا الان این های اینجا کار میکنن این مایچه اینجا خم میشن کنترک میشن و این کار رو انجام میدن حالا این مایچ های کمر نهای ران خیلی حاض اهمیت هستن چرا که از یک طرف مفصل ران مفصل بالن ساکته به جهت های مختلف حرکت میکنه همینجوری که در اینجا میبینید بارها گفتم این به همه جهت ها میره این بال و اینم ساکتشه که میره توش و از یه طرف چون به ناحیه کمر وصله یه قسمت خیلی پیچیده این ناحیه کمر و لگن به همون خاطر آسیب هایی که به هر کدوم از این وارد بشه میتونه یه سری بافت دیگه رو هم اگه مدیریت نکنیم دچار آسیب بکنه و یکی از مشکلاتی که برای ناحیه هیپ فلکسل یا خم رام به وجود میاد آسیبایی که به خود این مایچه ها وارد میشه و یا تاندونی که به این ببین این لسر ترکانتر میگن که این قسمتیه که این مایچه های خم کننده رام به اینجا وصل میشن این گریتر ترکانتر داریم اینجا هم لسر ترکانتر و تاندون از اینجا که میاد به اینجا وصل میشه میتونه آسیب ببینه یا خود مایچه میتونه آسیب ببینه استرین میگن و یا با خاطر سری مشکلات دیگه اینها دچار آسیب بشن بر فرض کوتاهی این مایچه ها میتونه یکی از دلایل آسیب هیپ یا خم های رام بشه و اگه بخوایم به پاپولیشن یا جمعیت نگاه بکنیم معمولا در بین ورزشکارا این آسیب خیلی شایع است از فوتبال گرفته تا بسکتبال و والیبال و همه ورزش های پرشی نمیدونم شمشیر بازی ورزش های مارشال آرت یا رزمی تقریبا در همه این ورزش ها این آسیب شایع است و میتونه چون در قسمت مهمی از بدن قرار داره خیلی مشکلات ثانویه با وجود بیاره اگه به موقع مدیریت نشه خب اگه بخوایم از نظر آناتومی به این قسمت نگاه بکنیم ما چندتا تا مایچه مهم داریم که هیپ البته پنج تا هستن منطقه تا دو تاشون اصلی و سه تاشون مایچه های در واقع ثانویه میتونیم بگیم ماچ اصلی هیپ فلکسور به اسم ایلیوسواس سواس هست یکی ایلیاکوس هست که از اینجا این داخل لگن شروع میشه و میاد به همون برامدگی تروکانترل سر که اینجا بود دقیقا اینجوری به این ناحیه وصل میشه که اینجا میبینید یکی دیگه مایچه خیلی مهمیه به اسم سواس مسل که از این قسمت در واقع ببینید این سوچون فقرات نگاه بکنیم این ال 5L5, L4, L3, L2, L1 و اینم T12 از این قسمت T12 شروع میشه ستون فقرات ببینیم به این سپانل پروسس اینجا وصل میشه در واقع اینجوری میاد اگه بخوام خوبش نشون بدم در واقع اینجوری میاد و دقیقا اینم به همون قسمت تروکانترلسر به اون برامدیگه وصل میشه پس این اینجوری میاد اینم از اینجا میاد و دوتاشون به این قسمت وصل میشن یک مایشه دیگه داریم به اسم بازی بزیرتون رکتوس فموریس که از اینجا ران میاد خب این مایچه ران سه تا قسمت داره وستس لاترالیس وستس میدیالیس و رکتوس فموریس که اینجا میاد و میاد از اینجا و به این قسمت اینجا وست میشه و این مایچه همجا که در عکس هم اینجا داره میبینید دوتا مفصل و کاور میکنه و حرکت میده بهش یکی با منقبض کردنش زانو را صاف میکنه پس وقتی منقبض بشه چون به زیر زانو بس میشه زانو را صاف میکنه وقتی که پا صاف باشه وقتی, وقتی که ران خم میکنیم با پای صاف این زاویه این رکتوس هم بیشتر کار میکنه ولی وقتی زانو خم باشه بیشتر هیپ فلکسوره این بالا کار میکنن یک مایچه دیگه به اسم سارتوریوس هست که از اینجا میاد و از اینجا در واقع میاد, میاد میره به داخل زانو وصل میشه یکم تنسور فاسیالاته که از این بغل میاد باز آنم یکم کمک میکنه یک مایچه کوچک دیگه هست به اسم پکتینوس که اینم از اینجا میاد و به اینجا وصل میشه این پنج تا مایچه پس یکی ایلیا ایلیاکوس، یکی سواس، یکی رکتوس فیمروس, یکی سارتریوس، یکی تنسفاسیل و یکی هم پکتینیوس در واقع باعث خم شدن این مفصل ران به بالا میشن خب همجوری که اشاره کردم پس در دو حالت میتونن این ماشه کار بکنن یکی با زانوی خم این رانو میتونیم خم بکنیم و یکی هم با پای صاف برفرض یکی اینجوری شوت میزنه به توپ اون موقع هم رکتوس فموریس اکتیو و هم خود اون خم کننده های ران که اشاره کردم از اینجا میاد میره به ستون فقرات خم وصل میشه برفت شما روی زمین خوابیدین پاتون میارین بالا حس میکنید که ستون فقراتتون هم اکتیو میشه در اون قسمت این مایچه هم فعال میشن خب همینجوری که اشاره کردم اگه این مایچه بر کوتاه باشن هیپ یه سیستمی تو بدن داریم گفتم سینرژیک مکانیسم یعنی آگونیست آنتاگونیست اینا میشن آگونیست و وقتی این کوتاه باشه در واقع چه کار میکنه اگه دوستانی که برنامه ها را دنبال میکنن ما یه برنامه داشتیم در رابطه با قوس زیاد پایین کمر وقتی که این مایچه کوتاه بشه آنتریو پلویک تیلت ایجاد میکنه که در فوتبال لیستا با وجود میاد در واقع این باید اینجوری باشه اینو اینجوری میکنه و از این ور قوس کمر رو زیاد میکنه و وقتی که این کوتاه باشه یا آسیب دیده باشه که معمولا باز یه حالت اینجوری آدم خودشو نگه میداره باس ضعف گلوتیوز ماکسیموس و میدیوس و پیرفارمیس میشه که باس ماش باسن هستن پس در واقع و اینا به هم ربط دارن کوتاهی این حتی میتونه به دیسکای بدن کمر هم آسیب برسانه یا آسیب به این مایچه به هر حال با توجه به این مقدمه نشون داده میشه که این مایچه ها چقدر حاز اهمیت هستن نه تنها برای انجام فعالیت روزانه مخصوصا برای ورزش و فعالیت ورزشی و از همه ممتر برای پیشگیری از آسیب هایی به ناحیه کمر و که خیلی حاز اهمیت هست خب مقالات خیلی زیادی هست در این مورد که من به خاطر وقت به اونا نمی پردازم یه نکته دیگه ای که خیلی حاز اهمیت هست همین جای قسمت مفصل سخون ران یه چیزی داریم به بورسا که خود این بورسا باز میتونه تا پیدا بکنه و آسیب ببینه تو بعضی از ورزشکارا یکی از دلایل دیگه ای که این آسیب با وجود میتونه بیاد به خاطر نشستن زیاده که متاسفانه اکثر کارها آفیسی و دفتری در حالت نشستیم و وقت نشستیم این ران اینجوری به 90 درجه خم شده خب این بدن ما ساخته شده برای سرپا بودن و صاف بودن فکرش بکنید ده ساعت در روز شما این ران تو اینجوری خم کردین این مایچه دچار کوتاهی میشه کنتراکشر که باز مشکلات زیادی ایجاد میکنه به همون خاطر بهترین توصیه اینه که شما وقتی نشستین هر از گاهی هی پاشین سرپا واسین یا تمام تلفناتون در حالت سرپا انجام بدین که دچار این مشکلات نشین و اشاره کردم که در وردش مثل شوت زدن با پا و اینجور چیزا هم خیلی بیشتر به خاطر اووریوز یا استفاده بیش از حد میتونه با وجود بیاد که هر کدومشون معمولا بین پنج تا ده هفته زمان میبره این آسیب رو خوب بکنید معمولا برای این آسیب شما نه به دارویی نیاز دارین نه به روش جراحی و غیره مگه اینکه گرید های مختلف داریم خب برای هر آسیبی گرید یک دو سه برای این آسیب هم شامل حالش میشه اگه گرید سه باشه که کاملا پارگی ایجاد شده باشه اون موقع جراحی میکنن ولی در سایر گرید ها یک و دو معمولا با کنسرواتیو منیجمنت یا همین روش هایی که الان براتون توضیح میدم به طور خوبی درمان میشه حالا این مسئله درمانش چجوریه در اون هفته اول اگه آسیب پیدا کرد میتونید یه چند روزی استراحت بکنید بعد اگه تورم و التحاب اینا داشت ورم کرده بود یا بورسا التحاب کرده باشه میتونید یه کم یخ بذارین یکی دو دفعه در روز و بعد چهار پنج روز استراحت و این مراقبت های اولیه یه سری تکنیک های ماساژ و غیره خیلی موثره و بعد از اون دیگه اون دوره ریهبه که با یه سری تمرینات خیلی ملایم و خوب که به طور مداوم قوی میشن و فشار و لودینگ زیادی به بافت وارد میکنیم و یه سری کششی ها میتونید اینو در طی چند هفته به طور کامل خوب کنید خوب در اینجا بریم با همدیگه این تکنیک ها و تمرین ها رو انجام بدیم و حتما برنامه رو برای دوستان و آشنای خودتونم بفرستید به سایت های مختلف ها میتونید اوز بشید از یوتیوب روز کلنیک که اینجا میبینید لینک شد تا اینستاگرام روز کلنیک و تلگرام ما خیلی اعضای زیادی داره که بتونید به همه این تمرینات و سایر آرشیف دسترسی داشته باشید خب برای مدیریت آسیب خم های ران که من هم انگلیسی شاهد هیپ فلکسرز یکی از تکنیکایی که در اون چند روز اول میتونید انجام بدیم بعد چهار پنج روز که استراحت که اشاره کردم فریکشنه که یه سری تکنیکای دستی البته اینو بهتری پیش همکاران برید براتون انجام میدن برفر دست روی تاندون میذاری و از قسمت لاترال میدیال اینجوری روی تاندون حرکت میکنی که اینجا دستم نشون میدم میتونید ببینید و در همین قسمت همینجوری اینو یه پنج دقیقه هفته دو سه دفعه انجام میدین که خیلی مؤثره برای کاهش درد و التهاب و غیره یا از یه فوم رول میتونه استفاده بکنید مونیکا اینو نشون بده لطفا روی فوم رول روی شکم میخوابید و میتونید راحت همینجوری خیلی یواش برید بالا و پایین سلولی لیتل بیت در اون قسمت میتونید نگه دارید یه پنج دقیقه یا سلایتلی ترن تو وان ساید ناو مونیکا یک ذره اینجوری هم میتونید انجام بدین که خیلی مؤثره برای اون قسمت در برنامه مختلف گفتم که تمام برنامه های روز فرقی که با تمرین ها و کلیپ ها و ویدیو های دیگه دارن اینه که من همیشه اون چهار تا فکتوری که باید مدیریت بکنیم تو تمرین هامون مد نظر گرفتم یکی موبیلیتی یعنی دامن حرکتی کامل یکی فلکسیبیلیتی خاصیت ارتجایی و طول و تون بافت و همیشه در تمرین در نظر گرفتم یکی قدرت و پاور یا سترنگت بافت و یکی هم ثبات بافت اینه فرق تمرین روز کلینیک و این برنامه معمولا اکثر کلیپ ها و ویدیو های آنلاین دیگر نگاه بکنی یکی دو تا از اینا را شامل میشه ولی برنامه روز کلینیک خوشبختانه چون این علمه و منم روی علم کار میکنم تمام این چهار تا فکتور رو همیشه تو همه پکیج های درمانی براتون نشون دادم خب برای تمرین اول خیلی راحت پاتو تو میاری میبری جلو در همین حالت این باعث میشه الان این تاندون و این مایچای های هیپ فلکس را کار بکنن بدون هیچ نیروی زیادی یکی بعدی در این حالت این پا رو میاریم بالا اینو میزنیم به دستتون یک کن آلترنیت دو وان بای وان معمولا تمرین ها را میتونیم برای پای سالم هم انجام بدین خیلی مفید خواهد بود هر کدوم از این دفعه میتونید انجام بدین هیچ نیروی خاصی به بدن وارد نمیشه یکی بعدی که میاری بالا و میچرخونی این تمرین خیلی خوبی برای دامنه حرکتی نو یو کن پوت داون اند لیفت اپ اگین دون گو فول رنج اوف موشن این در اولش نمیخواد خیلی زیاد دامنه حرکتی زیاد باشه کم کم میچرخونید و هی بیشتر میکنید و برعکسش دادر way حالا دیگه فارسی متوجه میشیم که عالی خب پس با این چهار تا تمرین ما الان اون بافتا و مایچه ها و تاندنا همه را آماده کردیم برای نیروی بیشتر یکی از تمرین هایی که در اون دو سه هفته اول میتونید خیلی بهره خوبی ازش ببرید باز این بالانس برده که خیلی تمرین خوبیه روی پای آسیب دیده وای میستین الان این ما بافتا همه کار میکنن از همه مهمتر به خاطر اون خاصیت پروپریوسپشن و اون حس عمقیه که باز تأثیرات بسزایی داره از یه طرف حرکت تو بافت نیست ولی از یه طرف دیگه برای بالانس و واستادن رو اون تمام ها فعال میشن تا شما رو در اون حالت نگه دارن به همون خاطر نیروی خیلی خوبی هم به اون هیپفلوکسرا وارد میشه که مزایای خیلی خوبی داره خب اینا از این تمرین ها میتونین هفته دو سه دفعه انجام بدین بدون هیچ مشکلی یکی از تمرین های خیلی خوب دیگه که میتونید انجام بدین روی جیمبال روی توپ بشین مونیکا این توپ ها همه جا معمولا هست خیلی مزایای خوبی داره اون یک تمرین خیلی خوبیه الان این بافت و کش میاره و یک نکته هم که باز توجه بکنیم مایچه های خود شکمه که چون یه جورایی اوورلپ میکنن هم دیگر رو میتونید اونم استرچ بیارین از این طرف خود مایچه هیپ فلکسر هم که کش میاد خیلی عالیه میتونه یه ده ثانیه بی ثانیه دو سه این حالات رو تکرار بکنید تمرین دیگری که خیلی خوبه نور ماسکار ترینینگه که ببینید دوستان برای تمام آسیب ها هم بهتر همیشه حس عمقی توجه بشه و همین تقویت سیستم عصبی بدن که همه اینا رو من براتون نشون میدم روی توپ میشینید دستا رو میاریم بالا اون پای که آسیب دیده رو میاریم بالا نگه میدارین سی ثانیه یا یک دقیقه الان اون رکتوس که گفتیم آیزومتریک کار میکنه آیزومتریک هم تأثیرات خیلی خوبی داره و همچنین خود هیپفلکس را الان کنتراک شدن و از همه مهمتر چون این تمرین تمام قسمت‌های های بدن رو انگیج می‌کنه الان دیگه خسته شده منی که به سادگیش نگاه نکنی اینا خیلی مهمن ریلکس دهند از بل چون همه بدن اینوالف شده باعث میشه که یه بار دیگه این پارا نشون بده سیستم عصبی بدن تقویت بشه که خیلی مؤثره پس دو تا سی ثانیه انجام میدین هفته سه دفعه و میرسین تا یک دقیقه حتی خیلی تمرین عالیه Thank you. یکی از تمرین های دیگه که خیلی خوبه برای اون دو سه هفته اول در همین حالت پاتو بیار 90 درجه دست رو اینجا بهش مقاومت میدین در واقع پا رو الان به بالا هل میدین و با دستون مقاومت میدین بهش الان این هیپ فلکس را کار میکنن و تأثیرات خیلی عالی دارن در از اینجا به بعد دیگه همینجور که اشاره کردیم پس هم مایشه رکتوس و هم خود هیپ فلکسرا تقفیل میشن حالا این تمرین ها و تکنیک ها تا اینجا را اون دو هفته سه هفته اول انجام میدین از الان به بعد دیگه میریم تمرین های تقویتی با لودینگ بیشتر را انجام میدیم در این حالت پا تو میاری بالا و میبری پایین این الان باعث میشه هم مایچه رکتوس کار بکنه و هم خود سواس و ایلیاکوس الیاکوس الیوسواس کار میکنه که خیلی مزایای خوبی داره اگه در اون اول در داشتین پاتون رو خم میکنید در این حالت فقط انجام میدین پس ببینید برای همه مراحل شما تمرین دارید که اینو میتونید انجام بدین خیلی تمرین خوبیه خیلی خوب بعدا که تقویت شد یکش یک میزنین دور پاتون بعد اون پا رو میارین بالا نگه میدارین سی ثانیه نگه میدارین و ده دفعه تکرار میکنید یا یکی بعدی میاریم بالا یواش برمیگردیم پایین که اکسنتریک فیز انجام بدیم پس میاریم بالا و یک دو سه چهار پنج 6 حتی بدونی کش این پا رو میاریم بالا و حالا در برگشت یک دو سه چار پنج شیش یه بار دیگه انجام بده بیار بالا یک دو سلولی سلولی, سلولی سه چار پنج ببینید دوستان هم کانسنتریک انجام دادیم هم آیزومتریک هم اکسنتریک اینه که شما با اینجور تمرین ها میتونید نتیجه خیلی خوبی رو بگیرید بعدا که قوی تر شدید سکوات رو انجام بدین سکوات رو نشون بده مونیکا این هم برای مایچه های جلوی پا اون رکتوستوموریس خوبه هم برای مایچه های باسن خوبه یک فانکشنال اگزرسایز و هم برای مایچه هیفلکسور خوبه و خیلی مزایا داره همینجوری در کنار این الان در این مرحله میتونید اگه کسی بر فوتبال بازی میکنه یا میدوه میتونه کم کم وارد دو بشه یا در این مرحله یک سری برفردی که میخواد به تمرین رزمی برگرده یا حتی برای فوتبالیستا گفتیم وقتی که اینو تنها خم بکنید وقتی که این زانو رو خم شده شما رو بیاریم بالا هیپ فلکسرا را کار ولی وقتی با زانوی صاف باشه رکتوس فومیلیس هم کار میکنه خب بزن مونیکا به این آفرین موکم harder don't bend, don't bend you can go back and yes آفرین خب اینجا هم اون rectus femoris کار میکنه و هم هیپ و نیرو رو شما نمیخواد خیلی محکم بزنید در اول اینجوری به بافت وارد میکنید هفته دو دفعه اینو انجام میدین آفرین خیلی تمرین خوبیه میتونید برای رکتوسومریس انجام بدین و تمرینات در رابطه با ورزش تخصصی خودتون رو بیشتر میکنید برفض لگریز رو انجام دادیم دیگه میتونید یه وزنه یک کیلویی دو کیلویی بزنید بهش بیارید انجام بدین در آخر کار هم مثل همیشه یه سری کششی ها انجام میدیم در این حالت وایستا آفرین حالا به جلو خم میشی و یکم بدن تو به عقب میبری ببینید الان اینجا کش میاد این کش میاد می که خیلی کششی خیلی خوبیه سی ثانیه بی ثانیه نگه میدارین و سه کار تکار این پارا را میگیریم تو دستون میگیریم به یک جایی این باعث میشه که هم این رکتوس کش بیاد و یک کم هم سر و سینا رو به عقب بدین اینم یه مقدار کشش حس میکنین که خیلی مؤثره زانوی رو میزن روی زمین و به جلو خم میشید برای کسایی که آسیبی ندارم بعد از ورزش و اینا میخوان کشش خیلی خوبی به این هیپ فلکس را بدن این یکی رو انجام میدیم دستاتون رو روی زمین میذارید پاتون رو میاریم بالا و اینجا میذارید باسنتون رو میدیم پایین که این دیگه برای آسیب موقعی که کاملا خوب شده آخراشه و افراد سالم که میخوان اینو کش بیارن خیلی کشش خوبیه هم برای مایش شین خوب کشیده میشه و هم هیپ فلکس پس ببینید دوستان از تمرین های خیلی ساده شروع کردیم همیشه چهار تا نرمشی انجام میدین بعد کم کم تقویت میکنید نیرو به اون باف باید به اندازه وارد بشه که بتونه خودشو بهبودی بده تا برنامه بعد و هفته بعد شب و روز خوش خدا نگهدار